در پی تحولات اخیر، منابع نزدیک به هبت الله آخونزاده رهبر طالبان از بیعت گروه های تندروی سنی مانند القاعده، الشباب و بوکوهرام با این گروه خبر دادند. این اتحاد افراطی از جنوب آسیا تا شمال آفریقا را در بر می‌گیرد و نشان دهنده گسترش نفوذ طالبان در میان گروه های جهادی است. در حالی که برخی گروه های پاکستانی به داعش خراسان پیوستند، بیعت های جدیدی تأکیدی بر چالش های امنیتی منطقه و جهان به شمار می رود. همکارم در گزارش خود به بررسی این موضوع پرداخته که با هم می بینیم. در تحولاتی مهم و قابل توجه، منابع نزدیک به هبت الله آخونزاده رهبر طالبان از بیعت چندین گروه تندروی سنی با این گروه خبر دادند. این بیعت ها شامل چندین گروه سنی تندروی مشهور مانند القاعده، الشباب و بوکوهرام است که از جنوب آسیا تا شمال آفریقا فعالیت می کنند. پس از کشته شدن ایمن الظواهری در کابل، القاعده با رهبری جدید خود سیف العدل بیعت خود را با هبت الله تجدید کرده است. همچنین گروه های وابسته به القاعده در یمن و آفریقا از جمله جماعت اسلامی مغرب و انصار و شریعت در لیبی این بیعت را اعلام کردند. تحریک طالبان پاکستان به عنوان اولین گروه تندروی سنی در پاکستان نیز بیعت‌های مکرری با طالبان داشته و مفتی نورولی رهبر این گروه پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان دوباره این بیعت را تایید کرده است. در حالی که برخی گروه های سنی تندروی پاکستانی نظیر جیش محمد و لشکر طیبه به داعش خراسان پیوستند و وابستگی خود به ملا هبت الله را قطع کرده اند، حضور سایر گروه ها در این اتحاد افراطی نشان دهنده گسترش نفوذ طالبان در میان گروه های تندروی سنی در سطح جهانی است. این تحولات بیانگر ضرورت توجه بیشتر به مسائل امنیتی و چالش‌های جدیدی است که می‌تواند بر امنیت منطقه و جهان تأثیر بگذارد. همراه هستیم با مرتضی مطهری، کارشناس مسائل سیاسی از اسلام آباد. آقای مطهری سلام و عرض ادب. آقای مطهری، با توجه به بیعت‌های اخیر گروه‌های تندروی سنی با طالبان، چه تأثیر ممکن است این اتحاد بر امنیت منطقه و جهان داشته باشه؟ بفرمایید. سلام و درود خدمت شما و سلام و درود خدمت تمام کسایی برنامه ما و شما رو می‌بینم. تقدیم می‌کنم خدمت شما عرض شود، متاسفانه با ظهور دوباره طالبان به افغانستان، حضور گروه های تروریستی در خاک افغانستان بیشتر شده، از القاعده گرفته تا جیش محمد و تحریک طالبان پاکستان و تحریک طالبان تاجیکستان و جیش العدل و امثال هم. و موضوعی که برای مردم افغانستان بسیار مهم است، با آمدن دوباره طالبان و حضور القاعده در خاک افغانستان، هم امنیت و آرامش مردم افغانستان، حضور گروه های توریستی در افغانستان به هم زده و همچنان حضور گروه های توریستی که در داخل افغانستان است برای کشورهای همسایه افغانستان، برای جهان بسیار یک تهدید بزرگ است. و موضوع بعدی، اگر طالبا به این باور است، میگه ما با گروه های توریستی مبارزه کردیم، گروه های توریستی در خاک افغانستان حضور نداره، اونا در اینجا وجود نداره، ما چندین بار اعضا و افراد داعش در افغانستان دستگیری کردیم، اینا موضوعات است که برای ما و برای مردم افغانستان قابل قبول نیست. چرا؟ چون رابطه نزدیک طالبا با گروه های توریستی مخصوصا با القاعده طولانی مدت است و این رابطه از بین نمیره. چرا؟ چون القاعده با طالبا رابطه خویشاوندی داره و از طرف دیگر وقت رهبر القاعده در افغانستان کشته شد، در پناهگاه زندگی میکرد که او پناهگاه متعلق به یکی از رهبرای طالبا در داخل افغانستان بود و امروز هم حضور گروه های توریستی در خاک افغانستان امنیت افغانستان تهدید میکنه، جدا از امنیت افغانستان، امنیت کشور همسایه افغانستان به خطر است، امنیت تمام جهان به خطر است. چرا؟ چون نسل نو امروز افغانستان، نسل جدید افغانستان، کسایی است که احتمال داره که گروه های توریستی در افکار اونا، در رفتار اونا نفوذ بکنه، اونا را در جمع نیروهایشان اضافه بکنه. و از طرف دیگر ما گزارش‌های را دریافت کردیم که نیروهای سابق دولت افغانستان، آنهایی که در وزارت داخله، در وزارت دفاع، در امنیت ملی، در حکومت قبلی افغانستان کار میکرد،
بعضی گزارش ها رو ما از داخل افغانستان داریم که می افراد به گروه داعش پیوسته و یا به گروه های تروریستی دیگه ای داره میپیونده. به خاطر چی؟ به خاطر که در داخل افغانستان اقتصاد نیست، کار نیست، آرامش نیست، امنیت نیست و از طرف دیگر حکومت طالبان یک حکومت قومی است، تنها متعلق به قوم پشتون است، هزاره را قبول نداره، ازبک تاجیک قبول نداره و این موضوع باعث میشه که دیگر اقوام افغانستان در گروه های تروریستی دیگه حضور پیدا بکنه. چرا؟ به خاطر که بتونه از حقوقش دفاع بکنه، دیگه چاره ای در افغانستان وجود نداره. در کل حضور داعش و دیگر گروه های تروریستی در خاک افغانستان هست، این وجود داره. طالبان منکر موضوع شده نمیتونه و این یک خطر بزرگ برای کشورهای همسایه افغانستان و جهان است. بله، با تشکر از مرتضی مطهری، کارشناس مسائل سیاسی از اسلام آباد، که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.